رسیدیم به بخش دوم برنامه خوشبختانه و با هم خوشحال هستم که شما رو با خود و سلام مجدد خدمت بیننده های تقدیم می کنم که فعلا تلویزیون جهانی آینه رو بیننده شدن سلام های ما رو پذیرا باشن شما هم مارزو میکنم که جور ساعت نن باشد در بخش دوم برنامه دکتر قیس نگزاد خوشبختانه فعلا با خود داریم و روی موضوعی که انتخاب کردیم زخم هایی که بسر شکر در پاها دیده می شود هم صحبت می داشته باشیم سلام و احترامات خدمت شما و بسیار خوش آمدید تشکر سلام به شما سلام به تمام دوستان عزیز تلویزیون آینه و تمام هواداران عزیزی مستقل. که به صورت زنده و مستقیم هم یکنون بیننده آینه هستن امیدوارستم از بحشی که امروز ما همراه شما می داشته باشم هواداران عزیز ما برداشت خوب و مزنده و مثبت داشته باشن و با دانش طبی افزوده شود خیلی خوب امروز تا حالا چگونه سفری شده حسب معمول بر ما ای است نگین جان که ما میشه کوشش میکنیم مم. زندگی را به مایل خود به پیش ببریم نگه بله. بدون شک مثلا اکثر شرایط استرس بار زندگی وجود داره باید هر فرد در صورتی که بالای با از او غلبه پیدا کنه بدون شک که زندگی با کامش پیش میره و ما کوشش میکنیم که تمی دیگه در دا مجادله باشیم خیلی خوب و حالا هم اولین سواله میخوایم خوام شما شریک بسازم که زخم هایی که در مریضی شکر یعنی پیدا میشه در کدام مرحله ها ایجاد میشن خب وقتی که زخم ها را در موردش ما صحبت میکنه و با خصوص زخم که در مریضای شکر تاسس میکنه اینمی در اکثر معتبرترین ماخذ طبی تحت عنوان دیابتیک فوت سندروم میایه یعنی یک سندرومی که از باعث تشوش پاها در مریضان شکری پیدا میشه بدون شک و در هر جایی که و در هر قسمت جامعه وقتی که نام مریضای شکر و نام مریضای دیابتیک برده شوه بسیار حراس مردم از از زخم می باشه چرا مردم از زخم میزار اعتراض داره به خاطر که به چشم دیده میشه و اکثر اوقات چیزایی که به چشم دیده شه حراس مردم نسبت به اون چیزی که به چشم دیده نمیشه بیشتر می باشه در حالی که شکر میتونه به گردان بسیار آسیب برسونه شکر میتونه به طور مثال به اوی قلب و یا رگای قلب آسیب برسونه به دماغ ممکن است آسیب برسونه ولی چون زخم دیده میشه و معیوبیت را ایجاد میکنه کلا می پشت زخم گرفته ولی سایر اختلالاتی که بسیار کشنده هست ایره اکثرا به باد فراموشی میسپارند خب زخم علت اساسیش که در نزد مریضای دیابتیک به وجود میانند بر اول عبارت از هست که علت اساسی و عمده فاکتوری که باعث میشه تا در نزد یک مریض شکری زخم پیدا شود و عبارت از نگلکنس و غفلت خود مریض است یعنی به این مفهوم یک مریض با وجودی که میفهمه خوب سعی که شکر داره و باید تحت منیجمنت قرار بگیره و مورد مدیریت قرار بگیره در مقابل خود به تفاوت می باشه و با پیش دکترش با مراجعه نمی کنند هدایت های بی جای میگیرند یکی که میگی شیر بخور رو میخوره یکی به طور مثال توصیه زور میشنوه و در نهایت عمر قند خون از حالت نرمالش بلند باقی وایی خودش یک فاکتور مساعد به خاطر ایجاد زخم ها هست دوم یک عقاید غلط و باطلی که در بین جامعه به خاطر تداوی خودسرانه وجود داره اکثر مریض که ما وقت ما در کلینیک به اونا سر میخوریم، خوریم دیده میشه که یک عقاید نادرسته که به خاطر تداوی بعضی چیزها وجود داره یا اعلان های فضولی که به طور مثال فقط به خاطر بزنس و تجارت موجود است که مثلا پودرا برآمد و دو دوای دو دو یونانی و مسائل یا در حالی که هیچ کدامش به اساس که وجود داره در سه تاخیر زخم رول ندا نداره و پروسه التیام و جور شدن از اون رول نداره عقاید غلط در بین مردم وجود داره یکی را ببینی که یک چیز به طور مثال یک دوای محصول خانه خود در استفاده, میکن استفاده میکنه یکی به طور مثال میگه تابلت خود خوشکن استفاده میکنم یکی ببینی که پومادای به جای پانسمانای به جای و در نهایت امر تمام اعظمی اقدامات باعث میشه که حتی پای مریض با کام قطع شدن بکشانه این پروسه قطع شدن یک پروسه که نه برای دکتر قابل خوش قبول است نه برای مریض ولی بعض اوقات مجبوری که ایجاد میشه به خاطر که پیشروی نکنه و پای مریض از بالاها قطع نشه مجبور است هستیم که مایر توصیه کنیم که دکتر صاحب ارتوپیدی دیگر سه اقدام کنند بنابراین به مجرد که مرض دیابت یا مرض شکر در نزد یک مریض تثبیت میشه تشخیص میشه یک روزان به خاطر تداوی ازی باید تاخیر صورت نگیره نقطه دیگی که من میخوام علاوه کنم یک سری امراض وجود دارد تا بابت که به نام کرونیک دیزیز یا امراض مزمن میگن این مریضای مزمن که هست هیچ وقت ما نمیتونیم میره اردیکیشن کنیم ریشه کن ساخته نمیتونیمش فقط اینا تحت منیجمنت قرار بگیرن حالا ما به طور مثال من خودم یک دکتر هستم فشار من 180 میباشه من هیچ وقت توانایی ازیره ندارم و کس دگام نداره که فشار ما رو کنه okay. باید ما عمری دوا بخورم تا اینکه فشارم تحت منیجمنت باشه مریضای شکر هم که هستم هیچ وقت در دنیا حتی توانایی ازی پیدا نکردن چی رسد افغانستان که مرض شکر کس ریشکن بسازه ولی باید تحت مدیریت باشه یا با استفاده از سپورت پریس دواهایی که از طریق فهم یا از طریق دند یا با استفاده از پیچ کاری انسولین به هر نحوی که میشه شکر باید زیر کنترل بیاد وقتی شکر زیر کنترل نامدک د پلیس های اختلالاتی که چشم خراب میکنه از امراض سکته مغزی را میکنه سکته قلبی را زیاد میکنه فلج گردار را زیاد میکنه ممکن است باعث ایجاد زخم ها شوه 15 فیصد در پیش تمام مریضایی که دیابتیک هستن و شکر دارن ممکنه زخم به وجود بیاد و از جمله از این 15 فیصد 85 فیصد از اینا اکثر اوقات به قطع شدن می انجامه بنابر این های عزیز و بزرگایی و که مصاب مرض دیابت هستند در صورتی که میخواین از همچو اختلالات وخیم و کشنده پریونشن به و عمل بیارن جلوگیری به عمل بیارن وقایع به عمل بیارن باید تحت نظر متخصص اینا به تداوی مرض دیابت خود بپردازن چرا در مریض های شکر زخم ها تاسیس می دلیلش چی است به نظر شما خب مستند بر معتبرترین مؤخذ طبی که در مورد از این تحقیق صورت گرفته و آمار گرفته شده شما دیده باشین که به طور مثال اکثر افراد تو حراس می داشته باشه و که وقتی مریض دیابت داشت میگه فکرت باشه که پایت زخمی نشه به خاطر که زخم شد جور نمیشه و یا اکثر اوقات مریض ها که شکر می داشته باشن از دیگه چیز حراس نمی داشته باشه به طور مثال شکر که دیگه زخم پایت میگیره او کمی نامش و میگره میگیره پای قطع میشه در حالی که در تمام واقعات تو نیست فاکتور اساسی که یک مریض دیابتیک را مساعد میکنه به اینکه که زخم پیش به وجود و وقتی که زخم به وجود آمد دیرتر التیام پیدا کنه و تیز خوب نشه کدام ها است نظر به معتبرترین مؤاخذ طبی سه میکانیزم توضیح داده شده یکی نمبر اول عبارت از نیوروپاتی هست نیوروپاتی تشوش در اعصاب محیطی مانا میته مریضای شکر تشوش در حسیت پای خود می داشته باشند تشوش در حرکت پای خود می داشته باشند و تشوش در سیستم خود کار می داشته باشند یعنی چی مریض شکر حسیت نداره شود پلی بخوری استراحت است صبح که میخیزه پای سوخته و اصلا خبر نشده همام میکنه حرارت ها با کمی دست خود درو میکنه در حالی می که و مثلا جوش که میگه قول و بول شد نه میبینه قرارات ها بسیار زیاده مریض ببینه بی که دستش می سوزه مریض به طور مثال در, می ب... در خانه قدم میزنه دیدن میشه که سنجاق یا سوزن یک چیز د پاش داره و اصلا خبر نداره بنابراین مس... مص... چون مریضات ها حسیت می داشته باشن یک میکانیزم دوم چون حرکت هستم این تشوش حرکت حرکت باعث میشه که اکثر تغییرات در عضلات ایجاد شوه و تغییرات در ازلات ساختمان قدم را تغییر میده و قدم ساختمان پنجال ماننده به خود میگیره و فشار دگام گام سر قف پای زیاد میکنه نرمال نمی ما خود تمیال که به می پای ها استاد میشیم دم قف پای حدود 50 تا 300 کیلو پاسکال فشار سر زمین وارد میشه وقتی اگر پای ساختمان پنجال ماننده بر خود گرفت اینه می فشار چند و چهار چند زیاد میشه که بعضی اوقات به نام شارکوت فوت هم از لحاظ ارتوپیدی یاد میکنن ساختمان پای خود تغییر میده و در ضمن در که مثلا به و اصاب محیطی می باشه ساختمان پای تغییر میکنه نقطه دیگه کسی بارد از اسکیمی هست به صاحب صورت درستش خون نمی نارمال هم به طور مثال اگه ای دست مره قسمتش کدام چاقو بزنه کارت بزنه البته خدای ناخواسته <applause> اینجا ببینید که در روز بعد سه روز بعد ساحه پس دوباره التیام پیدا میکنه و زخم جور میشه ولی در مریضای شکر چون خون به صورت درست به ساحه نمیرسه مواد مغذی نمیرسه اکسیژن نمیرسه آنتی بیوتیک نمیرسه وقتی که نرسید پروسه التیام زخم هم آهسته تر میباشه با تی میباشه و صرف دیگه انتان دخالت میکنه مریض شکر از پای زخم از ببینید که چپلق در بازار گشت و گذار میکنه حفظ صحه پای را مراحت نمیکنه بوت مناسب استفاده نمیکنه و در نهایت باعث میشه تا موضوع اختلاطی بسازه بنابراین یک مریض شکر شکر خاطر است که توصیه میکنن که مریضای شکر تا میگه جراب نپوشن به خاطر چی اکثر جراب ها فشار را زیاد میکنه از یک طرف خون نمیرسه از یک طرفی فشار دیگه از جراب وارد شد همین پروسه رسیدن خون 20 چند و 10 چند به تیم میسازه و در نهایت باعث میشه که پای مریض به طرف زخم بر زخم به طرف سیایی بره سیایی به طرف قطع شدن بر قطعی قطع شدن باعث میشه که بر مریض یک معیوبیت دائمی ایجاد شود خب چند نوع زخم پا در مریض های شکر به وجود میاد خب کلاسفیکیشن یا تصنیف بندی که صورت گرفته که چند نوع دیابتیک فورت السر یا زخم هایی که در مریضای دیابت وجود داره ما داریم به صورت عموم سه نوعش بسیار واضح هسته یکی زخم هایی که از باعث تشوش اعصاب محیط ایجاد میشه دوم زخم هایی که از باعث نرسیدن خون ایجاد میشه سوم زخم هایی که نه اعصاب به مطرح است نه نرسیدن خون مطرح است از باعث تروما یا ضربه ایجاد میشه مثلا یک مریض شکر هست خدا ناخواسته رفته اگر سه طرفی میکنه ترافیکی میکنه پایش اوگار میشه و ای در نهایت هم تو به طرف نکروز و و مسائل می انجامه و کلاسفیکیشن دیگه که اساس تصنیفات به نام واگ واگنر کلاسفیکیشن میگن در مرحله ابتدایی از صفر تا 5 تصنیف بندی میشه یک یک مریض است که پایش هیچ زخم نداره ولی مساعد است به زخم یکی مم. دوم مریضای هست که یک زخمه که بسیار کوچک پیشون به وجود اومده سوم مریضای هست که به صورت عموم امی زخم یک کمک عمیق تر رفته چهارم به صورت عموم مریضای هست که استومیالایت شون پیشون به وجود اومده یعنی مغز استخوان خود میکروبی ساخته پنجم به صورت عبارت حالت است که سیوی ایجاد شده ولی سیوی بسیار موزی و بسیار کوچک است و پنجم عبارت از مریضای است که سیوی بسیار زیاد می باشه مثلا کل پایش سیاه گشته نکته دیگه که بانوی نایاب ما به طور مثال در مریضای دیابتیک باید او در نظر داشته باشیم خدا نخواسته اگر پای یک مریض شکری متعفن شد بسیار بوی خراب می داشته باشه و ای بخاطر ای بخاطر ای این به خاطر که لاتش اکسن انتانات چیز بنام انتانات انیروب میگن که مثلا اگر یک مریض شکری که پای زخم داشته باشه اگر از 20 متر روسون رو هم بتاید سال آدم برس نزدیک شد متعفن را میکنه مهم. پس به خاطر که همچنین زار خراب پیش مریض به وجود نبه و پیش مریض یک معیوبیت دائمی وجود نبه و و در نهایت عمر مریض را کاملا ناتوان نسازه بهترین و منطقی ترین کاری است که مریضای های در تداوی خود باید تاخیر نکنند و مهم. تحت نظر متخصص به تداوی بپردازند نه دواهای خودسری که به طور مثال از بغل و کوچه و کنار و دواخانه به شکل خودسران استفاده میکنند بله خب چگونه میتونن که از این مریضی را وقایع بسوزن و همچنان آیا نویت بود رول داره یا خیر بدون شک همه تو اونویت بود گفتیم باش که برنامه خسته کن نشد که به خاطر هموطنان عزیزم بگو یک دکتر سپچی پرو گفت رو یک روز من تو یکی از رسانا مصاحبه میکردم همه تو در مورد نوییت بود گفتیم که بسیار به شدت و به احساسات بیان میکردم که قفه بود مریض های شکر بعد از 5 سانتی سیاد نباشه ناگهان دمی یک دختر خانم بود پرزنتر بود و بوت از چشم ما که دیدم بوت از از 10 سانتی هم کوریش بلندتر است صحب. ما تیز صحبت خود تغییر دادم که باشی کسی که پرزنتر است ولی بیچاره خود نخوره بنابراین نویت بود بدون شک که در مریضای دیابتیک رول داره مریضای دیابتیک فوت یا شو امی بوتشون که هست کشورهای بیرونی که هست مرکز مجهز مجهز وجود داره که بر مریضا فقط بوت به مریضای شکری میسازن خب ما در افغانستان هستیم اندازه و سوی کشور خود باید صحبت کنیم کشور بیچاره فقیر هستیم حتی در اکسس کنفرانس های بین المللی هم که ما اشتراک میکنیم میگه یک دکتر لایق از کشور فقیر همین را که میگم ما ما اگر احساس حقارت میکنیم بنابراین در بعضی کشور خود صحبت میکنیم اگر به طور مثال یک مریض دیابتیک از شکر داره چه رقم از تاسس زخم واقع کنه تا اینکه عین به طرف قطع شدن نه انجام اولین کاری هست که اینا باید تحت مدیریت دکتر قرار داشته باشن تا اینکه قند خونشون کنترل شوه تا وقتی که قند خون کنترل نشه و شکر از این زیر کنترل نبیاد بدون شک زخم به وجود میایه دو مریضای شکر برایش توصیه میکنه که زمستان از پدر گرامی مادر گرامی باید نزدیک بخوری استراحت نکنی به خاطر که مریض میخیزه صبح پای سوخته و حتی خبر خبر نداره مریضا صندلی باید استراحت نکنن مریضا به تام سال وقتی که حمام میکنه یک بچه دختر خود همشیره خدا بیادر خود شکر نداره ببینه حرارت او باد تو در سر خود پرتن حسیت نمی داشته یک دفعه که من دوز ببینی که پوست مکمل سوختان در ضمن مریضا شکر باید ناخن های خود از بیخ نگیره در صورتی که در کدام قسمت کدام خشکی چیز ایجاد میشه که روغن زیتون یا پوماد باید مساج داده پوماده که مخرش نباشه کاله تو یک مرهم که زخم پنج چند زیاد بسازه در ضمن اگر به طور مثال کدام قسمت کوچکترین زخم تاسوس میکنه مریضا باید به دکتر متخصص مراجعه کنه و تداوی های خود سرانه باید خودداری به عمل بیاد می اند مورد نوعیت بود بوت, بوت مریض های شکر باید نوعیت و ویژگی خاص و مختص به خود را داشته باشه و این بوتایی که افراد عام استفاده میکنه اگر چه پوشیدن بوت ما شما در کل غلط هستم اگر میبینیم در بعض محافل که بتون سال هر کوریست که یک, یک متر و تمام از یاد پلی که اگر به شکر zarar نرسونده باشه ممکن است یک سر دا تشوشات دیگه که مثلا در دای زانو است در دای کمر اینا را در سینین پیشرفته ایجاد میکنه در جوانی خودم نمیفهمم اما یک متل از بزرگا که میگه جوانی سنگ اون دو پله میکنه ولی 20 سال بعد باز میفهمه که چقدر در عوارض ایجاد کرده بوت کوری بلند در کل خودش یک جفا در حق سلامتی است <applause> اول مریضای شکر باید دائم موضوع بسیار احتیاط کنن بوت مریضای شکر حد اقلش باید یک اشاره دو سانتی که تقریبا نیم اینچ میشه باید از پیش پای فاصله داشته باشه کوری بوت مریضای شکر باید از 5 سانت بلندتر یا نباشه که تقریبا 2 اینچ میشه در ضمن وزن هر دو بوت که دمپلی ترازو بونی باید از 700 گرم زیاد نشه مریضا رو ببینید که هر بوت نام خدا نیم سر در پلی از او قف بود باید به سخت نباشه که آسیب برسانه و بندازه نرم هم نباشه که هر چیز نفوذ کنه و مریضای شکر حتی در دا داخل خانه خودم پایلوچ نگردن چون ناتشاشه سیاد داره و ممکنه سوزن سنجاق قینا با پایشانی ثابت کنه یا ضربه بخوره و یا آگاهی نداشته باشن دیگه مشخصه که در از این مریضا باید در نظر گرفته شوه از بالا مثلا اینی پای در دا داخل بوت است از, از بالا باید قدر فشرده نباشه تا ای که ساحر تحت فشار قرار نته و کمک بلند باشه و مکمل تا می بپوشه و سبک باشه اگر مریضا مثلا نمیتونه مردم بگه که دکتر سیب ما به طور در و قصبات اطراف زندگی میکنه ی رقم مشخصات بوت از کجا کنیم خداوند لیلا را نگیره هم یک بوت لیلامی به طرز مثال که از کشورهای بیرونی می سبک باشه استفاده کنه هیچ که نشود کلاوش روسی در کل جای اول بالا قابل دسترس است مریضای شکر میتونن بساس اساس اقتصاد که دارن از استفاده کنن تا یک از تاسس و از ایجاد یک سلسله اختلالات معیوب کننده مرض دیابت یا شکر خودداری و وقایع به عمل بیا تو صحبت اکثر سلسله بیان میکنم شما خسته نشوید نه خشم میکنم صحبتاتون بسیار خوب و نیک ما هم از جان دل گفت میکنم خب سال بعدی که میخوام شما پرسون بکنم زمانی که زخم ها به وجود میه باید کدام اقدامات جدی صورت بگیره دیگر اولین و مهمترین نقطه ای که باید مریض ها به او توجه جدی به خرچ بتن و عبارت از این است که مریض با مجردی که زخم پیش به وجود میه باید با متخصص خود مراجعه کنه از دادوی های خود سرانه که به طور مثال وجود داره باید احتراز و خودداری به عمل بیاره مریض ها به سال دوای خود سرانه استفاده نکنن پومادای بی که در در, در اکثر نواحی به شکل نمیتو انانوی استفاده میشه که ما چون کچالو سر زخم میمونن باز یک تکه را بسته میکنن دیگه میبینی یک مریض مار میگازه مار نکشته شه ولی هم بسته که کده او کشتهش یعنی چی میبینی که یک ساحه را به تو یک مریض گژدم گزیده ایر گرفتن هم کلام یک کلان که مقریه بوده گفته تو بتش که نه هزار بالا او تو دادگی به طور مثال گرفته هم مکمل دست از چرا جریان خون در ساحه نمیایه بنابر از این خود را صاحب نظر دانستان در هر موضوع باید آدم خودداری به عمل بره ام. یک چیزی که نمیفهم بهترین چیزی که بگه نمیفهم صاحب استوان بالاست ام. دیگه به با خاطر تداوی خود سرانه باید صورت نگیره مریض باید احتیاط کنن صاحب راهی پانسمان که در زخم صورت دیگه بسیار مهم است دایی باید الکل استفاده نشه تینچار باید استفاده نشه مواد مخرش دیگه باید استفاده نشه چون ممکن است شوی و و انتشار زخم دگان بیشتر بسازه فقط پانسمان از این مریضا که تی نمکی یا نرمال سالین صورت میگیره مریض فقط که تی سیروم به تن پاش داده میشه زخم شسته شو میشه تا یک اختلاطی نشه بنداژ به جای بر زخم باید توصیه نشه ببینی که یک جای زخم شده مثلا پانسمان های دیگه وری تا میتن تا میتن تا میتن در حال کوانتانات که عدم موجودیت هوا میکنه سر از دیگه توی میشه به حساب کله میگه به طور مثال نوز کنیم و در پالی ازو پانسمان من ازم پیش مریضا صورت بگیره در ضمنش تحت نظر متخصص خود اینا باید قرار داشته باشن آستاس آستا واهی که سیاه شده با دکتر سی برتوپیدی اینا مراجع میکنن کوره به طور مثال قیچی میکنن و اگر سیاهی تحسس کرده بود هیچ رای حل به جز از قطع شدن نداره یگان مریض هست ببینی که به اساس یک لقاید که وجود داره میگه الی را قطع نکنی که باز در قبر نیمه میره کوره که قطع نکنی اگر یک قدم نیم قدم گرفته بود 20 روز بعد کل قدم میگیره تا ایزانو می تا این قسمت تو مریض را ما داشتیم که نیمه بدنش خود سیاه کرده بنابر به که سیاهی در زخم تاسس میکنه او دیگه راه حل نداره قانون پروردگار قابل تغییر نیست یک کینو که به طور سال یک دفعه سیاه شد گنده شد دیگه هیچ قدرت پس نمیتونه که پس دوباره بازگشت بده کینو جورج جورش کنه پایم وینه شکل سیاهی که پیش ایجاد شدی قابل برگشت نیست یگانه راهی شیس قطع شود تا یکی از پیشروی جلوگیری به عمل بیاد بله. در صورتی که زخم تاسس میکنه بدون از اینکه تاخیر کنن به خاطر تداویش باید اقدام کنه تا اینکه انظار خوبتر و بهتره را داشته باشه خیلی خب اگر امی زخم ها به مرحله بسیار جدی میرسه نظر شما آیا تداوی داره اگر داره میشه برم ما معلومات بده ترین و سیگنیفیکنت نقطه ای که بسیار مهم است و عبارت کنترل شکر است هر مریضی که دیابت پیش به وجود آمده باشه در صورتی که شکرش به صورت درست کنترل نشه تداوی به جای دیگه فایده نداره ام. باید به با هر نحوی که میشه شکر مریضا در شکم که گوشنه باشه بین بین 90 تا 140 میلی میلی گرم فی لیتر نگاه شود در شکم <تصفح> گوشنه که مریض 8 ساعت قبل چیزی نگرفته باشه یا با استفاده از پیچکاری انسولین یا با استفاده از دوا یا با استفاده از پرهیز غذایی یا با استفاده از سپورت به هر نحوی که میشه باید قند مریض ها در نگاه شود یک نقطه نقطه دوم عبارت از این تصمیم گیری نظر به حالت مریض میشه عکس از مریض گرفته میشه ماینای تلویزیونی از قسمت هایی که زخم شده بر عکس برداری و اینا میشه و به اساس از اون ججمنت که در صورت میگیره که آیا قابل بازگشت هست نیست اگر نکروز ایجاد شده باشه نکروز به با مفهوم سیایی یا به عبارت دیگه میگه پای فلانی گنده شده اونم سیا میکنه خود مکمل سیام میکنه سیاهی. به این مفهوم خون نمیرسه خون که به این مفهوم نرسید نسخ خراب کرده از قابلیت بازگشت بودن رفته دیگه یعنی به مفهوم ایریورسیبل ای است و ما نمیتونیم میره به اساس هر رقم تداوی که باشه به عقب ولی اگر مریض در مرحله ابتدایی مراجعه کنه اک زخمه که یک زخم عادی است یا کما که بتون مثال چرک ساعت تجمع کرده و است بس به مرحله سی ای نرسیده میشه که مثلا مریض شفا یاب شوه ولی اگر سی ای تاسس کرده بود متاسفانه باید یک پروسه می انجام که دکتر رو خوش داره نه مریض ولی به طور مثال بعض اوقات حتی ضرورت که باشه چیزای نامشروع و مشروع می سازه یک قاعده فقهی است اگر سیاه شده بود دیگه هیچ راه حل به جز از قطع شدن نداره اون را که به طور مثال نگاه کنیم او مثل یک ناسور وارد است اما تو پیش رفته میره پیش رفته میره و در نهایت ممکن است کل نهایات مریضا را با و خرابی مواجه سازه حالا هموطنان عزیز ما به خاطر که در جامعه است حتی آگاهی مردم و قدر بلند نیست از این جملات ما تو برداشت نکنه کمی چیز مریضی که شکر داشت دیگه پایش به مراقب میره نیست تو نیست مهم. گفتم از 100 درصد مریضا فقط 15 درصد مریضا ممکن است به اختلال مواجه شود و این اختلال در نزد مریضای تاسس میکنه که شکر خود به صورت درست کنترل نمیکنه اگر شکر درست کنترل کنن علاوه از اختلاط از سایر اختلاطات جلوی بگیری به خیلی خوب در اخیر هم یک جهاری موضوعی که امروز شما یعنی در رابطه به موضوع داشتین جنبندی کلی داشته باشیم فقط یعنی را جنب جنبندی را میخوایم در یک به پیام هم بیان کنیم که هموطنان عزیزی که خوبست. امراض مزمن دارن و تام سال فشار داره و تام سال شکر داره امراض روماتیسم داره اینا مریضی های هست که در یک حالت پهلوانی همراه مریض قرار داره مریض مرض با مریض در حالت پهلوانی قرار داره یا که باید دور سپرس کنه یا که مریض به تام سال سپرس می سازه بنا برای این مریضی های هست که مدیریت میشه باید مورد مدیریت قرار بگیره و تداوی طولانی بگیره اگر مریض ها در مرحله ابتدایی اقدام کنه اقدام کنه خاطر تداوی از طبیعی است که انظار خوب می داشته باشه عواقب خوب می داشته باشه و کم تداوی می داشته باشه وقتی که به مثال گپ از گپ گذشته باشه باز بازمون مسئله میشه که خود کدره نه درد است و نه درمان تشکر جهان سپاس شما بیشتر گفتنی های خوب و نیک داشتین ارزو من هستم که بین های کمی لذت تلیزون تماشا میکنن نکته هایی که شما ذکر کردین اونها هم مستفید شده باشن و پیش خود یاداش کرده باشن و جامعه عمل بپوشنن سلامت باشین تشکر باشید. سلامت باشین شما با خیلی ممنون سلامت فعلا هم یک وقفی بیشتر کوتاه داریم دوباره برمیگردیم برنامه در امتداد دروس ادامه داره با ما باشین.